درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 8 شب آریانا نیوز و آریانا با من احمد زبیر ویبزاده خوش آمدید. امروز جمعه 25 عقرب سال 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 16 نوامبر 2018 میلادی. در نخست سرخط خبرها، دستور شدت بخشیدن عملیات های تهاجمی بر طالبان مسلح، تأمین آرامش و مسئولیت زندگی شهروندان، عملات تهاجمی را در تمام نقاط علیه دشمن افزایش دهند. دومین دور دیدار نماینده آمریکا با طالبان در قطر. افغانستان که در صحیح نظام در طول پی اتفاق و وحدت پنی نظام را تل طالب بندن چه افغان حکومت سرده پا دی عرب بحث شویده. آزمایش موفقانه یک موشک از سوی کره شد. مشروع خبرها، شورای امنیت ملی به نیروهای امنیتی دستور داده که حملاتشان را بر مخالفان مسلح دولت شدت بخشند. شورای امنیت میگوید که این دستور به منظور جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و نیروهای امنیتی صادر شده و در آن تاکید شده که عملیات‌های تهاجمی علیه مخالفان مسلح دولت شدت یابد. این دستور در حال صادر می شود که گفتگوهای صلح نیز با گروه طالبان ادامه دارد. همزمان با آنکه تلاش ها برای کشاندن طالبان به میز گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان از سوی روسیه و آمریکا جدی شده است، به نیروهای امنیتی کشور دستور داده شده تا عملیات های تهاجمی را بر ضد طالبان مسلح شدت بخشند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان از ارگانهای امنیتی و دفاعی کشور خواسته است که به منظور تأمین آرامش و مسئولیت زندگی شهروندان، عملات تهاجمی را در تمام نقاط علیه دشمن افزایش دهند. هم اکنون نیروهای ملی امنیتی و دفاعی مان در نقاط مختلف کشور مشغول سرکوب دشمنان مردم افغانستان هستند. دستور افزایش حملات بر مخالفان مسلح دولت هنگامی صادر می شود که برخی ولایت های کشور مانند غزنی، فرا و اروزگان شاهد درگیری های شدیدی است. روز پنجشنبه در حمله طالبان در ولایت فرا 45 سرباز امنیتی جان باختند. جنگ در افغانستان نمی تواند که تعیین کننده باشد. وقت صلح گفتیم باید با همه قدرت به طرف صلح برویم. وقت جنگ گفتیم باید با همه امکانات جنگ کنیم. اردوی افغانستان فعلا جنگ میکنه، ولی تجهیزاتی که بتوانند اینها او را در میدان محاربه به استعمال بگیرند متاسفانه به دسترس نیروهای دفاعی افغانستان نیست. شماره از نظامیان پیشین به این باورند که نیروهای امنیتی افغانستان در نبرد با مخالفان مسلح دولت آزادی کامل داشته باشند. وای که تعبیه میشن متناسب به تهدید و چالش تعبیه میشن. برای از این قوا در چوکات لایحه وظایف خودشان با نظرداشت پاسپورت ساحه و تحلیل وضعیت اینا مکلف هستند که بالای پدیده های تروریستی یا پدیده های جرمی حملات خود را انجام بدن. حکومت زمانی از نیروهای امنیتی می‌خواهد عملیات‌های تهاجمیشان را بر ضد مخالفان مسلح دولت شدت بخشند که بر اساس معلومات یونما یا دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، از اثر درگیری‌ها در 9 ماه سال 2018 میلادی 2798 غیر نظامی جان باختند و 5252 تن دیگر زخم برداشتند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان برای دومین بار با نمایندگان گروه طالبان در قطر دیدار و گفتگو کرده است. افراد نزدیک به طالبان میگویند که در این دیدار طالبان باز هم موضوع تبادله زندانیان این گروه را با آقای خلیلزاد مطرح کردند و روی ایجاد یک راهکار روشن برای مذاکرات صلح رایزنی شده است. در این میان شورای عالی صلح خوشبین است که دیدارهای زلمه خلیلزاد با نمایندگان گروه طالبان زمینه گفتگوهای مستقیم صلح بین دولت افغانستان و طالبان را مهیا کند. با ایسا حیات گزارش می‌دهد. دوحه باز هم میزبان یک نشست تازه دیگر برای صلح افغانستان. برای دومین بار
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان گروه طالبان در قطر دیدار کرده است. دیداری که در آن گفته می شود روی تبادله زندانیان طالب و ایجاد یک راهکار روشن برای انجام گفتگوهای صلح گفتگو و رایزنی شده. اما از نتیجه دقیق این دیدار شاید هم برخی توافقها و اثرگذاریان روی روند گفتگوهای صلح چیزی مشخص تا اکنون آفتابی نشده است. تر اوسه فور فکر کوم چې زلمی خلیلزاد مشخص کړنلار نه لري او په دې باندې کار کوي. او بل مهمه موضوع دا ده چې ممکن هغه امریکایي بندیان چې طالبانو سره دي او هغه طالب بندیان چې افغان حکومت سره دي په دې اړه به بحث شوی وي. تبادله زندانیان طالب که نزد دولت افغانستان است یکی از گزینه های خوب برای زمینه سازی گفتگوهای مستقیم دولت با گروه طالبان پنداشته می شود. اما ظاهرا طالبان دو چشمانداز کلیدی با رفتن به روند صلح دارند. نخست بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و دوم هم شکلگیری یک نظام تازه با حضور آنان. نوزه فکر کنم چی واقع شده عبارت تا دیست بولی چی در خارجان و در طول موضوع او په خارجان په افغانستان کې د صحیح نظام د ټولو په اتفاق او وحدت باندې نظام راتل نو په دې د دې طالبان طرفدار دي. دیدارهای خلیلزاد با نمایندگان گروه طالبان شورای عالی صلح افغانستان را نیز دلگرم ساخته و این شورا انتظار دارد که این دیدارها به آغاز تماسهای مستقیم دولت افغانستان با گروه طالبان بیانجامد. بالواسطه توسط زلمه خلیلزاد شد و مستقیما با نمایندگان شورای عالی صلح و نمایندگان ملت افغانستان ما امیدوار هستیم که تماس ما قائم شود و یک تفاهم بین هر دو جهت به میان بیاید. پیشتر زلمه خلیلزاد با نمایندگان افغانستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در ابوظبی نیز روی گفتگوهای صلح افغانستان گفتگو کرده است که پس‌تر دفتر شورای امنیت ملی از یک سلسله توافقات بین چهار طرف روی روند صلح در این نشست خبر داد. کمیسیون های انتخاباتی هنوز بر سر اعتباردهی به آرای بدون بایومتریک اختلاف دارند. هرچند کمیسیون شکایت های انتخاباتی بر به اعتبار شدن این آرا تاکید دارد، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که اگر به آرای بدون بایومتریک اعتبار داده نشود، بسیاری از شهروندان از حق رای دهیشان محروم خواهند شد. در این میان آگاهان بخش انتخابات این اختلاف ها را برخواسته از سودجویی های سیاسی و فشارهای حکومت میدانند. شاهپور فرهمند جزئیات می‌دهد. در حالی که این روزها از پرکارترین روزهای نهادهای انتخاباتی به حساب می‌رود، اما کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت‌های انتخاباتی با دیدگاه‌های متضاد این روند را پیش می‌برند. رئیس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که اعلامیه مشترک آنان با کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر اعتبار بخشی به آرای بدون بایومتریک نمایشی بود و نزد آنها تنها آرای با بایومتریک مشروعیت دارد. اعلامیه مشترک در کل یک متنی بود که به خاطر جمع کردن اذهان عامه، به خاطر اینکه کمیسیون ها تفاهم مشترک خود میتونن داشته باشند و به خاطر اینکه در حقیقت بنبستی در روند هماهنگی بین کمیسیون ها وجود نداره، سری از این اصلا بیشتر. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که اگر آرای بدون بایومتریک اعتبار دادن نشود، بسیاری شهروندان از حق رای دهیشان محروم خواهند شد. د ټاکنو خپلواک کمیسیون منطق دادی چې موږ د خپل فیصلې پر اساس باندې ټولو هغه مرکزونو ته اجازه ورکړي چې هلته بایومیټریک تخنیکی ستونزه پیدا کړي، او دوی باید خپل رای استعمال کړي. کچیری بایومیټریک تخنیکی ستونزه پیدا کړي او دوی رای استعمال نه کړي، د اساسي قانون درو دېرشم ماده نقص کیږي. در این میان آگاهان امور انتخابات اختلاف میان نهادهای انتخاباتی را برخواسته از مداخلات دو جنایی حکومت در کار این نهادها میدانند. کمیسیون ها نردویشان کمیسیون های مستقل است، هر کدام به یک بخش از حکومت ربط داره و از اونجا دستور میگیره. حالا میبینه منافع خود ما بارها گفتم از درون از این انتخابات کسی انتخاب نمیشه، یا مجبور است یک راه دیگه که یا دست به انتصاب بزنه، فهمیدی؟ و اگر دست به انتصاب بزنه پس هر دو مجبوره که منافع خود سرش استاد شد. از سوی هم کمیسیون شکایت های انتخاباتی حکم برکناری 3 تن از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات را به دلیل موجودیت شکایت بالای آنان داده است
اما کمیسیون انتخابات میگوید که رئیس صحاوی کمیسیون مستقل انتخابات کابل را برکنار کرده، اما برکناری رئیس عملیاتی و رئیس تکنولوژی معلوماتی کمیسیون انتخابات را از صلاحیت های رئیس ولایتی کمیسیون شکایات نمیداند. اکنون فشرده چند خبر از جهان. کره شمالی یک موشک تاکتیکی فوق مدرن را آزمایش کرده و یک شهروند آمریکایی را از این کشور خارج کرده است. خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش را نشر کرده که ارتش این کشور به مناسبت 69مین سالگرد آزادسازی کره یک موشک تاکتیکی فوق مدرن نقطه زن با کارایی بالا را موفقانه آزمایش کرده است. منبع افزوده که این موشک به ابتکار کیم جونگ اون فرمانده کل ارتش کره شمالی، دبیر اول حزب کارگردان این کشور و رئیس کمیسیون دفاعی ملی خلق کره ساخته شده است. گزارش ها می رساند که کیم جونگ اون با حضور در محل آزمایش این موشک با جنبه های فنی محل آشنا شد و دستور پرتاب موشک را صادر کرد. از آغاز سال جاری و به ویژه پس از دیدار کیم جونگ اون با دونالد ترامپ و مون جائه، این رئیسان جمهور آمریکا و کره جنوبی آزمایش های اتمی و موشکی بالستیکی خود را متوقف کرده بود. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه از وخیم‌تر شدن وضع حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده است. در این قطعنامه به گزارش‌های دبیر کل سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر آمده است که حکومت ایران در یک سال گذشته سرکوب معترضان، روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی را افزایش داده است. قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی برای مثبت 85 کشور تصویب شده است. این قطعنامه در ماه دسامبر به نشست عمومی مجمع عمومی ارائه خواهد شد. در این قطعنامه به تبعیض علیه زنان دو اقلیت ها نیز اشاره شده است. دوباره خوش آمدید. با نزدیک شدن فصل سرما بهای مواد سوخت افزایش یافته است. مردم میگویند حکومت و نهادهای مسئول در این مورد هیچ توجهی ندارند و خودسری در بازار ادامه دارد. اما بازرگانان میگویند که اخاذی های غیرقانونی در مسیر راه‌ها تاثیر منفی بر کار آنان کرده است. باشندگان کابل شکایت دارند که با نزدیک شدن فصل سرما قیمت مواد سوخت در بازارها افزایش یافته است. آنان میخواهند که برای اداره بازار حکومت باید نظارت خود را افزایش دهد. دولتی کسان دوینا د پستیم چې با جماج چې پیسې دي شاروالۍ او دی وشي بل شي په نامه اخلي رسوان تو کو بای خډر لوړې شوې دي تقریبا نزغال چې دي زغال سکاره ډبره دا مثلا موږ شپږ زره 500 روپے وزرا و 1000 روپے خروار دیدا چلیگی از حکومت تو خواهش میکنم که ملیتر تل گاز امی مواد سوختی که اینجا هست امی را کم قیمتش پایین بره غریب بیچاره کلش در ودر است که نمیشه طوری که والا برای این تو شد اون نشد دیگه اینا کم اگر دولت توجه خود بگیره سر این کارا دیگه. سکتور خصوصی هم میگوید که حکومت باید مانع اخاذی های خودسرانه شود. یخروار چوب 6500 افغانی، یخروار بریاره 10000 افغانی، یخروار سنگ زغال 6500 افغانی. اخازی پلارو که چه در اکثر لرگی رازی یا خر ترازی یا نور در خارج نکم سون تو که افغانستان در داخلی گیم اخازی هم در زمونگ پا قیمتونو باندی تاثیر که او پرتکی گید. آگاهان اقتصادی میگویند وزارت صنعت و تجارت و دیگر نهادهای مسئول باید از بازار نظارت کند و مانع خودسرایی ها شود. دا باید دی پالیسی په مطابق په وسنی شرایطو که دی حکومت انحصار سی. په دا معنی چې بدون دی حکومتي څنګه څخه باید په بل ځای کې ونه ویشل سی او هغه هم په ټول افغانستان کې قیمت معلوم او په ډاګه. خواستیم نظر وزارت صنعت و تجارت و همچنان تصدی مواد نفتی را در این مورد داشته باشیم، اما کسی حاضر به گفتگو در این مورد نشد. اکنون نرخ ارزها. یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 10 پول، یک یورو 85 افغانی و 90 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 65 پول. هزار تومان ایران 6 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه پاکستانی 565 افغانی و 1000 روپیه هندی 1050 افغانی.
اکنون وضعیت هوا. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4. مزار شریف بارندگی بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 6. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11. قندهار بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7. و سرانجام غزنی بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1 پیش بینی شده است. سپاسگزارم از همراهیتان به خبرهای این ساعت. شبتان خوش. الله نگهدار.